خدا محبت مطلقه. خداوند برای اون شخص امروز برای من و شما امنیت مطلق هست، حکمت مطلق هستش. ما را از هر خطری میدانیم، میتونه برهانه، میتونه با معجزه. همین الان در جمع ما، همه ما معجزه ایم، اما کیا عزیزم یک معجزه زنده است؟ این برادر من هنوز قلبش به مسیح نداده، ولی با فروتنی اومد تو خانه خدا، براش دعا شد. بفهم خواهش. سلام به همه، زود باشم. بفهم راحت بشید. من فکر کنم چهارشنبه هفته گذشته بودی توضیحاتی دادم. اشکال نداره، راحت بشید. آره، حالا شاید خود واسه گفتنش هم سخت باشه، ولی میگم خدمتتون، من 14 ماه پیش دچار بیماری کانسر شدم و کانسرم گرید 3 بود که رو به 4 بود. معده من و کبدم و لنفاویم درگیر شده بود. بعد تو تهران زندگی میکردم. من پزشک رفتم، به من گفتن که تقریبا باید کل معده تو جراحی بکنی. مجبور شدم 7 یا 8 ماه کیموتراپی انجام بدم. 13 جلسه کیموتراپی داشتم و بعدش 80% از معده منو جراحی کردن. چیزی حدود 60 پوند وزن کم کردم. با رایزنیایی که با بیمارستان MD اندرسون تگزاس داشتم، برای ادامه درمانم اومدم به تگزاس. در واقع باید 6 جلسه کیموتراپی دیگه می‌داشتم که حالا نظرات پزشک دوباره اعلام بشه ببینم از بدنم رفته یا نه. آخرین کیموتراپی که اونجا دادم و برگشتم اومدم، دکترا به من گفتن که باید مجدداً پت اسکن بدین که ببینید توی بدنتون هست یا نه. خب با کیموتراپی که انجام داده بودم، به لطف خدا کبدم کامل، مشکل متاستاسش حل شده بود. معده‌ام مشکلی نبود چون که کامل جراحی شده بود، ولی مشکل لنفاوی چون شبکه‌ای هستش و بسیار وقتی کسی که دچار لنفاوی کانسر لنفاوی میشه خیلی سخته که بخواد دیگه مثل خونه و سخونه که بخواد درمان بشه. تا اینکه من با دوست عزیزم مهران آشنا شدیم، ما با هم توی لس آنجلس آشنا شدیم و برای اولین بار به من گفتن که بیاین اینجا و ما اومدم با در رسول و یکی دوتا از دوستان اینجا آشنا شد. در واقع همون روز، روز شنبه بود اگه اشتباه نکنم، برای من دعا کردم. من یه بار فقط اومدم، یه خیلی عجیبی رو اینجا داشتم. شاید وقتی از کلیسا داشتم میرفتم بیرون، مهران گفت که چطور بود؟ گفتم فعلا اصلا نمیتونم باهات صحبت بکنم، همچنان داره میلرزه. چون دوستان دست منو گرفتن، چند نفر پشت سر من بودن و دستو شونم گذاشتن، یه انرژی تمام تنم داشت میلرزید. الانم یه خود لرزش رو هنوز دارم. بعد دیگه رفتم و یه هفته بعدش رفتم تگزاس، پت اسکن رو دادم. جواب پت اسکن وقتی اومد، من باید از گردنم، چون لنفاوی که گردنم و دور شکمم درگیر بود، یه دونه بایوپسی گردن از من گرفتن و 14 روز، چون کاشت هسته 14 روز زمانش طول میکشید. صبح روز دوشنبه اگر اشتباه نکنم، هفته پیش یا 2 هفته پیشش، برادر رسول یه مسیج به من، همیشه لطف داشتن بعد از اون موقع که باشون آشنا دادم، همیشه انرژی زیادی ازشون میگرفتم، برای من فرستادن و همون موقع بهشون گفتم برام دعا بکنید چون که امروز جواب بایوپسی لنفاوی میاد. و وقتی رفتم توی مرکز بیولی هیلز بود برای آزمایش بایوپسی داده بودم، اونجا رو گرفتم، دکتر خودش در کمال تعجب به من گفت که متاستاز توی گردنت و دور شکمت نیست و مشکلی به بابت کانسر دیگه توی بدنت نداره. هللویا. مرسی. و من فکر میکنم این سلامتی رو مدیون دعای شما، مدیون مسیح هستم، مدیون مسیح عزیز و پدر مادرم هستم. مرسی. جان. بازم تبریک. هر موقع هم آماده بودی، چون ما مسیحیت رو تحمیل نمی‌کنیم، قلبت آماده بود، بیا اینجا برای دعا کنیم قلبتو به مسیح بده. ما همیشه دیگه اینجا خدمت شما خواهیم. یعنی قلبتو میخوای به مسیح بدی؟ لطفا همه بیستیم با هم دیگه. این میکروفونو بگیر دستم. دستامونو بگیریم به سمت برادرمون لطفا. سپاسگزارم میشم. بعد از مازیار لطفا شما هم بیاید. چون
عزیزم، کلام خداوند اعلام میکنه که خدای پدر یگانه پسر روحانی خودش رو، روحانیش جسمانی کفره، روحانی خودش رو بر روی زمین فرستاد، به توسط مریم باکره جسم برتن کرد و او بحر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و پس از 3 روز قیام کرد. آیا آنچه را که اعلام کردم قلب شما گواهی میده؟ میتونید آمین و بله بگید اگر آمین گواهی. بله به لطف مسیح. هللویا. و آیا حاضر هستی نسبت به گناهان گذشته توبه کرده و از این به بعد عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودت میپذیری؟ بله آمین. هللویا هللویا شد. خداوند اینک از تو میخوام نام کیان عزیزم رو در دفتر حیات خودت مطابق وعدت ای خدای قدوس ثبت کن و در نام عیسی مسیح وجود برادر من رو از تمام ضعف جسمانی، ناآرامی روح و روان بشور، هر اشتباه و گناه او رو ببخش، با خون مسیح زندگی او رو کفاره کن و قوت برادر من باشه ای خدا تا به توسط پوری روح القدس و کلام تو نام تو رو در ادامه حیاتش جلال بده. و چون همه اینها را در نام پدر، پسر، روح القدس اعلام کردیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین 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 هللویا آمین. تبریک میگم. هللویا هللویا شد بفرمایید.